در جلسه قبلمون ما درباره بخشش صحبت میکردیم و قدرت بخشش و اعتراف در دعا ما صحبت میکردیم کردیم درباره روش دعای ایسا طوری که به شاگردانش یاد داد چطور دعا کنن او بود که گفت قرضهای ما رو ببخش به شاگردانش آموخت که به این صورت دعا کنند و قرضهای ما رو ببخش گناهانمون خطاهامون همونطور که ما قرض داران خود را میبخشیم پس حالا نه تنها ما بخشیده میشیم اما دیو ما نیاز داریم که قادر باشیم دیگران رو ببخشیم این بسیار مهمه من فهمیدم که ممکن بعضی وقتها مشکل تر از بقیه باشه بعضی وقتها چون میدونید وقتی که صدمه دیدید و معمولا مردم که صدمه میبینند به وسیله افرادی که دوستشون دارن اینطور میشه یا عمیقا به اونها اهمیت میدن ما از کجا این قدرت رو دریافت میکنیم عیسی به ما گفت که دیگران رو ببخشیم پس اون رو از کجا بیاریم اون قدرت رو چطور میبخشید یک نفر رو که صدمه زده به شما رو سیلی زده و دهنی کرده شما رو تو زندان انداخته چطور ببخشید برای ما خیلی مهمه که واقعا بتونیم درک کنیم اگه واقعا مردم دعا باشیم عیسی مسیح میگوید آشکارا اگر ما دیگران رو نبخشیم گناه ما بخشیده نمیشه و این جدیست ناگهان ما باید با گناه خودمون برخورد کنیم چون مایل ما نبودیم با گناه دیگران برخورد کنیم دوباره ما این رو تماما بر مسیح میذاریم قدرت برای بخشش از کسی میاد که آویزان از صلیب رومی بود به مردمی که او رو اونجا گذاشتن نگاه کرد گفت پدر ببخش اونا رو واو. شگفت انگیزه بله. با بازوان کشیده و درد بسیار او دعا کرد پدر ببخششون حالا چون عیسی مسیح آمده است که در شما در من و هر کس به او تعلق دارد بماند مسیح هنوز توانایی کاری که دو هزار سال پیش انجام داد رو داره همه ما این رو اعتراف و موافقیم باش مسیح کسی که بر روی صلیب رفت و همه اون افراد رو بخشید هنوز هم میتونه این کارو کنه و نهایتا این به حضور آمدن به مسیح میرسه زمانی که صدمه دیدم زمانی مردم بر ضد من کارهایی انجام دادند که نباید میدادن ما برای اونها عذری نمیخوایم ما به سادگی میگیم حالا کاری که انجام میدی در من کاری بود که دو هزار سال پیش باید. انجام دادی میشه به من نشون بدی چطوری ببخشم خدای اول میشه اونها رو ببخشی از طریق من اونها رو و بعد دوباره نشونم بده که چه جوری انجام بدم این یه پروسه میشه افراد خیلی کمی هستن که فقط به عنوان ایماندار تمام ایار میدونن که میتونن به سادگی ببخشن اینطوری میگیم که خب میبخشم اما فراموش نمیکنم و چیزایی مثل این یعنی در واقع من اونا رو نمیبخشم من به این میچسبم من در زندگی خودم مانع بزرگی میشم. نهایتا این به مسیح برمیگرده. این فقط نیست که خوبم و یا طبیعتا بخشنده باشم یا چیزای مثل اینها هیچ کدوم نیست. یکی از واضحترین ترین نشانه ها اینه که ما به طرف عیسی حرکت میکنیم در دعا و حالا او آزاد در ما کار کنه. چیزی که برای اون طبیعیه نه برای ما برای ما سخته برای ما طبیعی نیست که انسانی انسان دیگر رو ببخشه که به اون صدمه زده اما برای مسیح انجام این کار طبیعیه بله میدونید وقتی در مورد این صحبت میکنیم به نظر میرسه که یک رشته از طریق دعا بافته میشه و اون صلیب هست یعنی که درست. شما دقیقا اون رو درست در اینجا ذکر کردید ما از صلیب آغاز کردیم اینطوری به حضور خدا میایم اما از طریق صلیبه که عشق خداوند و فیض او جریان پیدا میکنه وقتی به عیسی نگاه میکنیم و او رو میبینیم که میگوید پدر آنها رو ببخش میدونیم یکی از آنها من بله. هستم و یک چیز دیگری که به من کمک کرده یکم دیو در این مورد اینه که من تشخیص دادم وقتی عیسی دعا کرد اون رو او هیچ اشتباهی نکرده درست. بود او کامل بود او پاک بود و هیچ بدی نکرده بود ولی وقتی او رو زدن و بددهنی کردن آب دهان بهش انداختن مسخرش کردن او رو مصلوب کردن او اونها رو دوست داشت حالا این فرقش است من اشتباه کردم من خرابکاری کردم مثل یکی از دوستانم که میگه کسی که انتقاد میکنه ازتون یادتون باشه اگه حقیقت رو میدونستند این خیلی بدتر از انتقاد می بود درست <laughs> چون همه ما اشتباه کردیم بله. و پس وقتی که مردم ما رو صدمه میزنن شاید اشتباه بکنم ولی با این حال ما هم مشکلات رو داریم و پس عیسی اینطور نبود او کامل بود و فیض او خالص هست و فکر می کنم که بگذارید بگم میدونم این یک فیضی هست که من رو قادر ساخته تا کسانی رو که به من صدم زدن رو ببخشم پس در مورد کلمه فیض و چگونه نقش ایفا میکنه صحبت کنید بخششی که ما در جلسه قبل گفتیم فیض هست و در این جلسه ما دوباره در مورد فیز صحبت میکنیم فیض خداوند نیازه که دیگران رو ببخشیم از این جنبه نگاه کنیم یک طریق ترجمه فیض دادن هدایا میتونه باشه خدا چیزی به ما داده که ما کسب نکردیم و سزاوارش نیستیم به طور ساده اون به ما داده حالا اگه من به شما بگم سمی بیا چیزی برای شما دارم و وقتی اونو به شما میدم ازت میخوام شما همون رو به دیگران بدین شما میگین باشه این کارو میکنم اما چیزی به شما نمیدم شما کاری نمیتونین بکنین چون به شما برشته. اون رو ندادن اما اگه بلی. اینو به شما داده بودم شما می توانستین اون رو بردارین و به دیگران هم بدین فیز این هست مم. فیض به ما داده شده یک هدیه است. اون رو کسب نکردیم. نمیتونیم برای اون کار کنیم. ما سزاوارش نیستیم. تعدادی یک عبارت مذهبی استفاده میکنن و میگن این لطف خودست که به رایگان به ما داده. اون فقط داده این رو چون میخواست. حالا مسیح به ما فرمان داده که گفت میخواهم برگردید. میخواهم آنچه به تو دادم به دیگران بدهی. اونها سزاوارش نیستن. اونها پیشت نمیان و بگن متاسفم؟ نه 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 به آنها بدهین همانطور که من به شما دادم پس وقتی این رو درک کنیم که بتونیم دیگران رو ببخشیم نه به قدری که اکسال عمل احساسی داشته باشیم و یا حتی احساس چیزی بکنیم این هست که از روی متی بودن بگیم باشه خداوند متوجه شدن تو مرا بخشیدی وقتی که سزاوار نبودم من این کارو میکنم چون تو اونو به من دادی اون رو میگیرم و به دیگری میدم میخوام یک داستان رو براتون بگم دیشب من همراه یکی از دوستانم از رواندا بودم او در طول نسل کشی در اونجا بود و من درست بعد از اون رفتم و موعظه کردم پیام آشتی رو به اون ملت بردم و وقتی در رواندا بودم بعد از اینکه همدیگر رو کشتند با شهردار شهر من نهار داشتم و دوست نزدیک او وقتی که فرمان داده شده بود که توتسی ها کشته بشن او توتسی بود او هفت فرزند داشت و و دوستش اومد پیشش و گفت به هیچ وجه همه همشون رو پنهان کنید بگذار نیمی از اونها رو ببرم چهارتشون رو و پنهان کنم تو و همسرت بقیه رو و گفت متشکرم متشکرم و اونها رو بردن و بعد به میلیشیا گفتن بیان اونها رو بکشم وقتی این رو به من گفت من گفتم چه کار کردید گفت اونها رو بخشیدم گفتم صبر کن یک دقیقه چطور تونست این کار بکنی؟ این طبیعی نیست گفت نه طبیعی نیست این مافوق طبیعیه تنها از طریق فیض خداوند بود اما من به فیض خداوند نزدیک شدم و قادر بودم اونهایی رو که به من صدمه زدن رو ببخشم من فکر می کنم گاهی اوقات افرادی که بیشتر صدمه میزنن افرادی هستن که بیشتر دوستشون داریم به همین دلیل که صدمه عمیق اما فیض خداوند کافیه شما نمیتونید اون رو خودتون انجام بدید شما نمیتونید اون شخص رو ببخشید میخوام شما رو تشویق کنم کاری بکنید برید و اون مکانی رو که درباره صحبت کردیم رو پیدا کنید با خدا تنها باشید و به حضور او برید و بگید خداوند من به فیضت نیاز دارم من به فیض تو در این لحظه نیاز دارم و بگذارید فیضش رو بر شما جاری کنه و اون رو به دیگری بدید و بگید من اون شخص رو میبخشم و خداوند از شما در دعاها استفاده میکنه برای آوردن یک احیای خارق العاده چون اونجا شروع میشه در صلیب با فیض خداوند خدا نگهدار